استند از کجا واسه بریم؟ استند باید برگردین آجی. بعد برگردین. گفت گرما برات که این قبلی گرما هم نه دیگه گر... چی... از کدو برمیاد میگه شما؟ از حاجی آباد میگه؟ از حاجی آباد. خب استند رد کردیم اومدین شما؟ چقدر رد شدیم؟ الان شما برین الان نزدیک 30-35 رو اومدین برین گرما تیگا همونجوری برین کجا هست؟ میگه گرما آباد رد کن ما دیگه قبلی گرما مگه نبوده؟ چه... نه همی گرما آباد گرما آب تیگا کریزان بعد چیست؟ کریزان و بعد هم استند الان از اینجا گرفتم سمت راست باید بپیشم سمت الان دیگه مستقیم بریم آسفالت هر جا میره شما هم بریم روستای استین با فاصله دو جاده به قاین شهرستان قاین یه جاده با 90 کیلومتر و جاده دیگر با 115 کیلومتر با فاصله 35 کیلومتر به شهرستان زیرکو شهر حاجی آباد و از طرف شمال به شهرستان خاف تقریبا با فاصله 90 کیلومتر در موقعیت جغرافیایی قرار گرفته. روستای مجاور از شمال به روستای نیار و کریزان، از جنوب به روستای بهمن‌آباد و فندق، از طرف غرب به رشته کوه استند که معروفه دیگه رشته کوه، و از شرق هم به بیابان که انتهاش هم به روستای چاپایاب و مرز افغانستان اینا وصل میشه. این درخت یک درخت هست که از زمان جدوهای ما گرفته تا همی عصر الان به نام درخت سورو. اطرافی هم به حساب کاروسرا مگن، جوب برج مگن و کل در شادیه ما هم مردم در اینجا در او از جلسه مگرفتن برای خوب و باد مخوردن و تشکیلات داشتن و تا این کشده با ای عصر زمان. در ای عصر زمان یک توجه به این نداره و این درخت الان داره از تشنگی داره از بین میره. این باید که زک اداره بیان یه فعالیت بکنن در اینجا دوباره این درخت رو صاف کنن، یه مقدار آب در هر 6 روز مگرفته بشه و این درخت رو آب ده که باید بره با هم نسل قدیم خود، اگر نه الان که دیگه تشریف دارن از بین برفته.
این زمین ها آب میخورد. اینا همه اینا کشتکار میشد. گندم میشد. پنبه میشد. ارزن میشد. این درخت دیگه یک سره تو آب بود. ولی الان نه. حدودا تا زمانی که خود ما یاد میدم 66 سال عمر خود من ایر یاد میدم. این درخت زنزله شکافته ده. زنزله. و ما ها که یاد نمیدیم از زمانی که ما ها یاد میدیم پدر بزرگا ما بهم گفت که 1500 سال تا 1600 سال ما این درخت رو یاد میدیم که نسل بر نسل ما هست. این زنزله ایر شکاف داده جا یک گسل بر اینجا آمده و همین جد بالو شاسکو برفته که دیگه همه اطلاع دارن دیگه کل مسائل قانون صدا سیما تشکیلات همه خبر دارن و این درخت هم وسط شکاف داده که حتی یک درخت دیگه هم زنزله در تو باغ او طرف از وسط دو شاخ کرده بود که فیلمبرداری کردن تو روزنامه ها مجله ها مور بندختن منتها یه قوی تر بده در زمین سفتر محکم تر بده این نتونست یعنی دو پله کنه. روستای استین با تعداد 250 خونوار و جمعیتی قریب به 1300 نفر که آمار سرشماری سال 85 ماست. با فاصله 35 کیلومتر به شهرستان زیرکو شهر حاجی آباد در موقعیت جغرافیایی قرار گرفته. غار پهلوان آثار باستانی قدیمی هست. غار پهلوان زمان جنگجویان کوهستانی بوده. بله. نه بیا 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 همونطور که در آیه قرآن هست که می‌فرمایند که مثلا به کوه نگاه کنید عظمت خدای باری تعالی رو در واقع برای شما مشخص می‌کند، به دشت، به بیابان، به کلیه چیزی که در روی زمین در واقع قرار گرفته است نگاه می‌کنیم، عظمت خدای باری تعالی رو برای تک تک ماها در واقع روشن میشه. همونطور که خود شما مستظر هستید با بسیاری از دوستان روستای استن و یا غیره گاهی اوقات به کوه برای کوه پیمایی و برای به اصطلاح ورزش کوه پیمایی مشرف میشویم که خب عظمت خدای باری تعالی رو در این کوه برای دوستان، برای خودم، برای افرادی که در واقع این مستند رو در واقع نگاه میکنن خوبیدا میشود که انشالله همه انسان ها اگر دقت به کوه داشته باشن اطلاعات کافی و پی میبرند به عظمت خدای باری تعالی. این غار معروف است به غار پهلوان که از دوره قدیم با گفته مردان بزرگ مرد سرزور بوده و برای خب کنجا غار زندگی میکرده. حتی این غار مرکب مرفته که از او بر کو در میامد. یک غار در پشت کو هم هست که با او رابطه داشته با هم که بر زلزله 57 این وسط غار محدود شده، چون تا جایی که ما رفتیم در آخر محدود شده بسته و او غار دیگر هنوز او غار هست، غار پهلوان پشت. این منطقه زیرکو استین، رشکو شاسکو، روستای استین، این غار مرد. او غار دیگر هم در پشت بند آخون هست به یک حساب. الان داخل غار هم اینجا هست که سالون درک سفالوی قدیمی هست که ما رفتیم.
و این غار هم جاهایی داره که کلن وقتی برین سوراخ‌های کوچک داره رو برین داخل خیلی جاهای بزرگی داره. و در دوره که ما یاد دادیم که به سن 12 سالی که میومدیم اینجا گوسفند بچروندیم، این طرف در سنگی داشت، در سنگی شبیه خود همین لاخ که ما بچه ها به یک سبین باد سنگ پاشنه در شکست و انداختم پایین در شکست و اینا کم کلیدون میگن خزوهای قدیم بوده با سنگ، اینا رو ما خود ما هم انداختم پایین. خیلی آثار باستانی قدیمی داشت که مردم به هم زدن اینجا. این غار غار آهکیه معروف سنگاش، اگر برین داخل از این قندیلای آهکی الان آبجوش هست اومده پایین، خیلی هم اومده پایین که اکثر اینا بچه ها نیز بیشتر کندن. حتی خفاش اینقدر خفاش داره که حتی اینا فضای خفاشه که شب میان دمه در اینا خفاش داخل الان اگر برین رو همدگر چلن خفاش زیاد داره، خفاش زیاد داره. و داخل غار هم که اگر برین از این قندیلا خیلی زیاد از آبجوش های آهکی. و اینا رو همه رو بچه ها کندن، بیشتر اینا رو برای نمایش برای چیز بردن، برای دکور کندن بردن از اینا. خیلی الان هم که داره برین داخل داره زیاد داره. ببینید اینا کلا اینا آبجوشه، اینا کل این غار گبرین اکثر از این آبجوشه بهتری کلا قندی اومده، قندی اومده پایین. و در اینجا یک قندی اومده، یک سنگ بزرگ افتاده از ما زلزله، همین قد بیشتر جان داره بزرگ می‌خازم بیرون. والا سه تا بندش قرفه داره که بعد من جلو بندش میاد، بندش آخرم که دست راست میپیچه زلزله گیر کرده اونجا رو بند کرده دیگه، به اونجا رفت و آمد نداره. و این قندی اومده اینا از اینا خیلی از اینا الان زیاد آبجوش شده و قندیل وسته خیلی زیاد تمیستر بیده و جلوه ها. یاد بینه اینا همه قندیل هر یکی بیگ نوعه بیگ بوده دیمینه اینا کلان قندیل هایی زیر خالیه، زیر خالیه اینا آبجوشه، اینا خواه خواه الله کلان هر چی جلوه یه بهتر به چیز سر رو ببینه کلان این آبجوش ها اجل نگاه کن اینا همه قندیل آبجوش داخل خط که اینا داخل ببینه تا جایی که گیر کرده 65 متر نقدن، تا جایی که بسته شده طول 65 متر. ولی خب وقت داخل به اون برکو خیلیه، فکر کنم بیش از 200 متر 300 متر هایی برین برین الان اینجا سنگ هست که اینجا افتاده. ببین از این سنگ با زور باید بخزیم بریم اونور، اونور که بریم باز همینجور بزرگ میشه باید. چند تا بندش داره که میتونه از بندش را بشین اینجا بزرگ میشه بزرگ میشه با همین صورت همین قندی بیره بیره خفاش بیرو و هرچی جلو بره خفاش جلو بره. این آخر زمان زلزله انداخته اینجا، زمان زلزله انداخته جلو رال بام بس کرده. ببین یه اومه شما بیانی به شما بیانی به ببینه این راه از این لاخ که برم پایین باز اونجا چند تا ببینه او سوراخ جلویی ده از او سوراخ همونجوری بسته میشه مثل او دو تا دیگه اونجا بندش هست. از اینجا راه داره باز به این طرف که الان توی پر خفاش هم پشت راه داره باید برین داخل اونجا خفاش های داخل هست هرچی به اون طرف هره نیم اون ساخت چیسته طولانی تر. این آثار نمک و اینا آهک و شرط نشون میدن این آثار آهک نمک اینا آبجوشه، چون آبجوشه اینا آبجوشه که از بالا با عرق همین عرق خود کوه و رطوبت بارون اینا چون کوه آهکی اینجور آبجوش میکنه داخلش. ولی خب اینجوری که من الان دارم برم سخته، هر کس خواست از اینجا بره پایین با این شرایط سخت. ولی من الان در روز نمیدارم ببینه اینجا لاخ کار دستگیره درست کرده. ببینید دست از اینجا بیرون این دستگیره. ببینید این قندیلا اینا
اینا همه آب جوشه که عرقی که از لاخ و منطقه جوش میزنه آب میاد پایین، اینا جوش میاد، اینا قندیل بسته همش. کلن این منطقه اینجا قندیل بسته کلی لاخ. اینا از دوره نامنیه، دوره چیز بوده، قاجاریه فکر کنم. اون راه که داره میبینی چند تا دیگه مثلا راه چیز داره که برای گشاد میشه، خیلی جا زیاد داره اینا، خیلی بزرگ میشه. اینا همه قندیل های ریختن اینا رو پر کردن، اینا بهتر بده، اینا خیلی تمیزتر بهتر بده. چراغ روشنایی بدین که برم خفاش بگیرم. بیا اجازه خدایی بدم اون چراغ رو بیارم. ولی در اصل دستکش میذاشتم که اینا گاز میگیرن. این خفاشا خیلی خب، من از این طرف مرم دنباله. خب باشم رجا چیکار میکنی؟ دنبال خفاشه لاکردار گرفته نمیشم. یعنی میتونی بگیری یا نه؟ نه بالا خیلی هستن گرفته نمیشم. میگیری اینا گاز میگیرم اوشا خیلی خیلی بلنده به طرف، خیلی بلنده. اما دو شاخه میشه، یک از این طرف یک طرف نه؟ این دو شاخه، یک بی طرف یک بی طرف منتاش این دیگه تقریبا این بمبسته، تقریبا 20 متر بیشتر نیست بمبست. ولی این طرف داره مرن، این طرف مرا جلو حالا احتمال داره مارم توی غار زندگی کنه. نه مار نه، چون این غار سرد چیز سرد، چرا امکان داره که سیخول بیاد اینجا داخل؟ هیچ نمیدونم فضله بامده شوپره، چون خفاش ضد ماره، مار نمیاد داخل، خزنده داخل نمی. بریم این را اگر قندل را میگرینه بیان بالا، بیان بالا کنیم فضله دیگه، بیان بالا که این سخت بالا مده نمان اینجا سخته. سلام علیکم، خسته نباشید. خسته نباشید. قاری که در اینجا در واقع اون، چون اطلاعاتی که بنده دارم به عنوان قار پهلوان با دوستانی که آمدن و اطلاعاتی گرفتم، قاره بسیار عظیمی است. بالاخره این نشان قدرت خدای باری تعالی را نشان می‌دهد که از دل کوه جاهایی رو برای انسان‌ها و یا خود انسان‌ها اگر فرسایش آب و زمین و اینها ایجاد کرده باشد خدای باری تعالی، و انسان‌ها در واقع استفاده کردند و این گونه قاره‌ها رو کشف کردند و به دست آوردند. لذا انسان وقتی که داخل غار و یا هر کجایی که می رود عظمت خدای باری تعالی و قدرت خدا رو مشخص می کند که چقدر خدا بزرگ و در واقع خالق هستی جهان در واقع هست. کوه آهنی بهش میگن، روستایی هستن کوه آهنی، رشته کوه شاسکو. اینجا دور این کوه حفاظت شده است، حتی 4 تا پاسگاه محیطبان را زدن، من خودم محیطبان افتخاری هستم و الحمدلله الان کلبوز داره که کلبوز الان در حدود 400-500 تا گله هستن. هر جمعه این گله امترین نقطه این کوه الان همین منطقه، همین منطقه خود ما. و الحمدلله الان گوسفنده هم چی شدن، کوه ها که میان به سر قنات هستن، خود روستای هستن آب مخورن، مرن بالا، مرن بالا و الحمدلله خوب شدن. الان امسال در حد حدود الان اخت نگاه میکنید دنبال هر گوسفند 2 بزغاله 3 بزغاله هستن، افزایش پیدا کردن. امسال آباد هم بود ماشاءالله. کوه خیلی کوه امن هست اینجا. محیطبانی هم خب، محیطبان ها چون دور تا دور کور دارن، نمیگذارن که کسی شکار کنه. الحمدلله محیطبان ها تراش و فعالیت خوب هم دارم. موسیقی
منطقه‌ای که الان هستیم معروف به مرداب، مادرچاه قنات اصلی استند. قناتو زمان قدیم به خاطر که امکاناتی نبوده ولی فکرهای خوبی داشتن، کشوندن طرف کوه که از خطر سیلاب اینا در امان باشه. امروز یک اعتباراتی از طریق جهاد، از طرف جهاد سازندگی به ما اختصاص دادن در حد 9 تومن بوده، 9 میلیون. 6 میلیون خودیاری خود مردم کمک کردن. ما تصمیم گرفتیم با مجوزی که از امور آب اینا گرفتیم قناتو تغییر بدیم، به خاطر که قنات قدیمی هست و در اثر ریزش سنگریزه های داخل اینا همیشه لایروبی و مشکلاتی داشتیم، گفتیم قناتو کلا تغییر بدیم مسیرشو. مسیرشو تغییر دادیم، کبل گذاری کردیم، روباز کردیم و بیل و الحمدلله با این اعتبار دیگه تقریبا میشه سرتاشو به هم آورد. قنات اصلی استند قبلا مرد آبی بوده، قدیمیوی ما که تعریف میکنن تو تاریخ شجرش مرد آب بوده، مغنی پیدا شده و اینجا کار کرده که اتفاقا بنده خدا تو همین قنات کشته شده و اینجا دفنش هم کردن. امروز به پاس احترامش مردم دارن حتی فاتحه هم براش میخونن، اینجا دفنش کردن تا به امروز که قنات اینجوری سر پا هست. آب تقریبا 7 اینچ آب داره، 40 لیتر در ثانیه. آبش استخوان نیست، خوبه ماشاءالله آبش. آبش همیشه گرم است ولی تو زمستون گرمتره. دلیلم فقط به خاطر که کوهش آهکیه، او کوه آهکیه و میشه اصلا آب معدنی، برای بیماری پوستی هم اکثرا میان اینجا استحمام میکنن، میشوین خودشونو، تأثیر گذاره به آبشون. عمق مادرشاش حدوداً 5.5 متر عمق مادرشاشه. 5 حلقه چاه داشته که با تفاصیل که الان داریم قناتو تعویض کردیم، جابجا کردیم، با 3 حلقه چاه آبش رو میاد، میشه مظهر قنات با 3 حلقه چاه ظاهر میشه دیگه. طول قنات هم حدودا 200 متر بوده که الان تقریبا میشه 100 و خورده 120 متر. از مسیری که الان جدیدن قناتو کشیدیم طول قنات کمتر شده. قنات اینجا نصفش اوقاف است، نصف دیگه دست مردم. 3 شبان روزش اوقاف و 3 شبان روز هم دست مردم هسته. محصولات زراعی روستا گندم و جو و پنبه، گاه وقتی چغندر قند هم میکارن و یونجه، چون اکثرا دامدار هستن یونجه زیاد میکارن. محصولات باقی منطقه محصولش انار، عناب و زردالو. کشت قدیم اکثرا بیشتر ارزن میکاشتن، گندم و جو میکاشتن، ولی امروزه نه، امروزه باز اکثر محصولات زراعیشون زعفرانه، الان زعفرون میکارن. فصل برداشت زعفران از برج 7 تقریبا شروع میشه، آماده سازی زمین، زمینشو تقریبا تمیز میکنه از خار خاشاکش، بعد جابجایی خود زعفرون تو این فصل انجام میگیره و برداشت اصلی زعفرون از برج 8 نیمه 28 به بعد. یکی از میوه های باقی این روستا زردالو است و
و این درختی هم که مشاهده میکنید درخت زردالو است. در دو نوبت گلدهی داره. در دو نوبت گلدهی داره. گل اول میوهش به ثمر میرسه، میوه خوبی هم داره. ولی گل دومش به دلیلی که به زمستان میخوره دیگه میوهش به ثمر نمیرسه. فقط گل است و میوه که بچه میشه استفاده کرده، ولی به ثمر نمیرسه میوهش. روستای استین اسمش از تقریبا گفت از کلمه ایستا. ما تحقیقی تو فرهنگنامه لغتنامه ده خدا داشتیم، از کلمه ایستا به معنی این که در منطقه زلزله خیزی بوده و هر زمان زلزله میشته با جا به جا میشته، کلمه ایستا به این معنی اسم گذاری شده، نام گذاری شده کلمه ایستا. جدیدن فقط یک کلمه جدید، پسفند جدیدی اضافه کردن به نام استند جدید که تقریبا گفت تو شناسنامه‌های جدید اینو دارن ثبت میکنه. قالین سمت راسته تر یعنی ریزمایی هسته که ما بافه، بعد یه شیش ماه طول میکشه تا موقعی که بافته بشه. پشم کسفن در مرشتن، بعد رنگ میکردن، نخیر تهیه میکردن، هم مثل همین قالیچا کار میکردن بافتن. اینا الان داره بر 500-600 همین قالینا سمتر قیمت اینا هسته. تر ریزمایی، تر تنابدار مبافتن، بعد همه قالیچه ها که ما تر گل کاج رو بافتیم، گل گوزن رو بافتیم، گل کلاغ رو مبافن، همه گل ها رو. مشکل تقریبا داریم، حاجابات خیلی ارزان بخرن. بیرجن که تا بال ما نبردیم، میگن حالا بیرجن قیمت های بالا هسته. روستای استین یکی از روستاهای بسیار قدیمی است و به دلیل اینکه این منطقه اصلا منطقه زلزله خیزی است، بارها خراب میشده و جابجا شده، منطقه‌اش عوض کرده. یک قسمتی هست به نام قلعه سرحد که سرحدی افرادی بودن از افغانستان اومدن اینجا و به مرور زمان اونجا خراب شده. یک قسمت دیگه هست به نام قلعه سرتنبک ها که پشت این تپه که شما میبینید، پشت این تپه میفته که تقریبا میشه گفت افرادی بودن دفزن اینا، به همین خاطر میگفتن. قسمت یک قلعه دیگه هست به نام که معروفه به کوچه شوراها که افرادی بزرگ و نمیدونه افرادی تقریبا میشه گفت شورا و اینا زندگی میکردن که به همان اسم گفتن کوچه شوراها. و این قلعه که الان تقریبا روی این تپه مشاهده میکنید تقریبا قلعه قدیمی این استند هست که نقدن آثاری از این بر جا هست. بر اثر دو مرتبه زلزله شدن به تپه فقط خاک تبدیل شده. بعد از این قلعه اومده، قلعه رو گذاشتن اینجا که اینجا هم باز چون با خشت و گل اینا بوده و از منطقه زلزله خیز بوده و خطر خسارت و خطرهای جانی و مالی برای مردم پیش میمیده، از طریق بنیاد مستضعفان در سال تقریبا گفت که 57 56 57 که در اون زمان زلزله شده، از طریق بنیاد مستضعفان اومدن و نوساز خونه
تقریبا اصولی و ضد زلزله برای مردم ساختن و این شهره که جدیدی که کنونی که الان مردم دارن داخلش زندگی میکنن و نقدن همین شهره که جدیدی ما هست که در سال 76 زلزله دوم صورت گرفت که خوشبختانه خسارتی در این بین نداشتیم ما. قبرستونی که الان ما در اینجا قرار گرفتیم قبرستونی روستا هسته که بسیار قدمت زیادی داره، حتی آثار گبر در این مشاهده شده هست که نشانه دین و مذهب مردم در زمانهای قدیم بوده که احتمالا زرتوش بودن. گبرهایی که اینجا هست نشان از اون هسته که و گبرها میشه گفت که نشانه قدمت و قدیمی بودن این روستا را نشون میده.